امکانات خیلی کمی داشتیم. یه مدت زیادی هم تو تهران بیکار بود. خانم قدره وقتی شوهرش از کار بیکار شد دست روی دست نگذاشت. تهران را ترک کرد و به یکی از روستاهای پاسارگاد آمد. دیدیم کارتون سازی توی این منطقه نیست. حالا با راه اندازی کارخانه کارتون سازی کاروبارش رو به راه شده و روزانه 50,000 بسته مقوایی تولید میکند. تمام این کارخونه های اینجا خریداریشون رو میان از همینجا میکنن. خانم سالاری هم کارآفرینی است که از یزد به باوانات آمده و توانسته با راه اندازی یک کارخانه در این شهرستان اشتغال زایی کند. اینجا ما گلاب و علقیات گیاهی میگیریم. روزانه بالغ بر 500 لیتر عرقیات از انواع عرقیات تولید دارید. 7 نفر هستن که 4 نفرشون بیمه هستن و همه در کنار هم مشغول کار است. اما در کنار همت این کارآفرینان، تسهیلات بسیج سازندگی هم توانسته خون تازه‌ای به شریان‌های حیاتی این کارخانه‌ها تزریق کند. با توجه به همین تسهیلات کارخانه‌هایی که راکت بودن راه اندازی شدند. همکارشون تو کار ما خیلی تاثیر گذاشت، خیلی واقعا کمکمون کرد. بسیج سازندگی فارس در یک سال گذشته با تزریق 188 میلیارد تومان به صنایع و کارخانجات متوسط و کوچک در 29 شهرستان استان توانسته 12453 فرصت شغلی ایجاد کند. مثلا در یک کارخانه مشاهده میکنید ما 300 میلیون تومان وام دادیم، 200 میلیون تومان، ولی خب این ثروت این کارخانه به 4 میلیارد، 5 میلیارد تومان، 8 میلیارد تومان گاهن اینها سرمایه گذاری کردن. اکنون در همه شهرستان‌های فارس یکی دو کارخانه تعطیل شده مجدداً راه اندازی و احیا شده‌اند. بسیج سازندگی استان فارس قراره که سال آینده تسهیلات بیشتری رو برای واحدهای تولیدی که دچار مشکل هستند اختصاص